یکی از نخستین قراردادهایی که عمده مورخان به صورت متفق القول معتقدند عاقدان ایرانی بابت عقد قرارداد رشوه دریافت کردند، قرارداد رویتر بود. مستر کود به عنوان نماینده قرارداد در ایران با رجال ایرانی وارد مذاکره میشد و هر ندای مخالفی را با دادن پول ساکت میکرد. نکته تأسف‌بار ماجرا اینه که انتقاد قرارداد پیش از این با سپهسالار نهایی شده بود و به نوعی طرف انگلیسی از بسته شدن قرارداد خیالش راحت بود و رشوه‌های اعطا شده صرفاً به این نیت صورت میگرفت که روند کار تسهیل و سریع شود. جالب اینه که رویتر اونقدر به ریز و درش اطراف شاه بابت این قرارداد رشوه داد که خودش نیز صدایش درآمد و گفت که از این رویه و سیری‌ناپذیری دولت مردان ایرانی خسته شده است. اما فهرست افرادی که در جریان قرارداد رویتر رشوه دریافت کردند نیز در نوع خود جالب است. در صدر اونها سپهسالار قرار داشت که بنابر منابع تاریخی 500 هزار لیره رشوه گرفته بود. میرزا ملکم خان 20 هزار لیره و محسن خان معین الملک هم 20 هزار دریافت کرده بود. در میان رشوه بگیران رویتر علاوه بر نام سپهسالار قرار گرفتن نام ملکم خان نیز در نوع خود جالب است. فردی که بعدها مبدل به یکی از روشنفکران عصر میشه و پرچم عدالت خواهی و قانونگرایی رو به زعم خیش به دست میگیره. از قرارداد رویتر که بگذریم، ماجرای قرارداد 1919 نیز در نوع خود جالبه. بر اساس قرارداد 1919 که مفاد اون تاراج استقلال ایران بود، انگلیسی ها بار دیگه از ابزار رشوه به عنوان حلال مشکلات استفاده کردند و به مثلث اصلی انعقاد این قرارداد رشوه های کلان پرداخت کردند. بر اساس اسناد تاریخی وثوق الدوله در جایگاه نخست وزیر 200 هزار تومان، فیروز میرزا نصرت الدوله در جایگاه وزیر امور خارجه 100 هزار تومان و اکبر میرزا سارم الدوله در جایگاه وزیر دارایی هم 100 هزار تومان رشوه دریافت کردند. طنز ماجرا اینجاست که انگلیسی ها که به اصطلاح برای بستن قرارداد در ایران آب دیده شده و طرف ایرانی خود را به خوبی شناخته بودند، پیش از تقسیم این پول ها از لندن به سرپرستی کاکس وزیر مختار انگلیس در ایران دستور دادند حتی المقدور چانه بزنند تا شاید حق العمل وزرای رشوه بگیر ایرانی را بتوان تقلیل بدهند. سید حسن تقی‌زاده که بعدها در دوره رضاشاه وزیر مالیه نیز می شود، روایت جالبی از رشوه بگیران قرارداد 1919 دارد و می گوید اولیا حضرت رضاشاه که سر کار آمد گفت اینها منظور اون وثوق الدوله، نصرت الدوله، فیروز و سارم الدوله پول از خارجی ها گرفتن، باید پس بدهند. من وزیر مالیه بودم، مأمور شدم که این پولها رو پس بگیرم و گرفتم. اکبر میرزا برادرش غلام محسن میرزا آمد پیش من و گفت ما حاضریم به اقساط اونها رو بپردازیم و اونها در 4 قسط باشه و آخرش هم قبول کردم. این 3 نفر روی هم رفته 400 هزار تومان رشوه گرفته بودند.